سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه یه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری خانم سوسن تسلیمی، بازیگر قدیمی کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. سوسن تسلیمی متولد 18 بهمن سال 1328 در رشت، بازیگر و کارگردانه. او فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه تهران در سال 1352 بود که وقتی 26 ساله بود بعد از یک زندگی ناموفق زناشویی به سوئد مهاجرت کرد. پدرش خسرو تسلیمی مدیر تولید و تهیه کننده سینما و تلویزیون بود و مادرش منیره آخوندنیا بازیگری میکرد. برادرش سیروس هم فیلمنامه نویسی میکرد. ایشون گفته در 5 سالگی متاسفانه مادرم رو از دست دادم. اولین خاطراتی که از تئاتر دارم مربوط به مادرم میشه و پدرم، چون ایشون هم بازیگر بودن. چیزی که یادمه جزئیات صحنه ها و تصاویر پراکنده، مثلا لباس های مادرم در تئاتر یادمه. رنگ ها، اون محیط که تمرین میکردن یا اجرا میشده، پرده ی تئاتر، مثلا صحنه عوض میشد هم یادمه. معمولا منو پشت صحنه مینشوندن. از کنار پرده نمایش رو میدیدم. البته بوی اتاق گریم هم یادمه. وسایل گریم و آرایش و بوی اونها در خاطرم هست هنوز. الان هم هر بار که کار میکنم بوی اتاق گریم من رو یاد اون روزا میندازه. راهروهای تئاتر که ساندویچ میفروختن و بوی ساندویچ کالباس میومد هم یادمه. مادرم که فوت کرد، پدرم دیگر بازیگری رو کنار گذاشت. او 2-3 سال قبل از فوت مادرم وارد کار تهیه فیلم شده بود. من خیلی سینما میرفتم. فیلم های اون دوره رو خیلی میدیدم. یادم بازی های خانم فخری خوروش رو خیلی دوست داشتم. در همون دوران کودکی بازی‌های آرمان رو دوست داشتم. من یادم توی کوچه به بازیگران زن سنگ پرتاب می‌کردم. بعد که دانشگاه تشکیل شد و یک حالت آکادمیک پیدا کرد، خیلی از بازیگران، مخصوصاً بازیگران دختر، به دانشگاه رفتند که بگن یک احترامی برای این حرفه قائل بشن. خود من در سال‌های اول که دانشگاه رفتم، در هر محیطی که وارد می‌شدم و جمعی که با تئاتر برخورد نداشتند، میگفتم بازیگرم. اول با یه چشم دیگه نگاه میکردن. مادر من در زمانی که در تئاتر گیلان بازیگران با او کار میکردن که یکی از تئاترهای معتبر کشور بود در زمان خودش و تاریخچه خوبی داشت، نمایش نامه های جدی کار میکردن. شکسپیر، چخوف، برنارد شا و مولیر کار میکردن. خانم تسلیمی گفته من کار بازیگری و تجربیات بازیگری رو در کار عملی از آقای آربی آوانسیان یاد گرفتم. در تمرینات و روبرو شدن با تماشاگر برای اجرا، آقای آربی آوانسیان همیشه می‌خواستند راه‌های جدید بازیگری رو در تئاتر کشف کنند. این تجربه ی همه ی کارگردان‌های بزرگ دنیاست. به نظر من آربی آوانسیان یکی از کارگردان‌های مهم نه تنها ایران بلکه در دنیاست. همیشه آربی می‌گفت باید با کار و نقش خودت صادق باشی. من سال 1348 وقتی 22 ساله بودم وارد حرفه تئاتر شدم. سالهایی که در واقع میتوان از اونها به عنوان سالهای طلایی تئاتر یاد کرد. من در گروه تئاتر پیاده کارهای دانشجویی خودم رو آغاز کردم و بعداً با آقای حمید سمندریان و خانم صابری کار کردم. سپس با آقای رشیدی نمایشنامه وای بر مغلوب نوشته ی آقای ساعدی رو کار کردیم. خانم تسلیمی بعد از 7 سال تجربه تئاتر در نهایت در سال 1357 وقتی 29 ساله بود با فیلم چریکه تارا به کارگردانی بهرام بیضایی اولین بار جلوی دوربین رفت. او در اولین تجربه خودش در جشنواره سن سباستیان مورد تقدیر قرار گرفت. سپس در سال 1363 با سریال سربداران در نقش فاطمه وارد قاب تلویزیون شد. در سال 1364 در گیر و دار جنگ ایران و عراق ایده ی فیلم باشو غریبه کوچک را در طرحی کوتاه با بهرام بیضایی در میون گذاشت و در نهایت به مرحله ساخت رسید. او در این فیلم بازی کرد، اما بعد از 5 سال و زمانی که دیگه در ایران نبود، این فیلم اکران شد و به شدت با اون به شهرت رسید.
در سالهای اول بازیگری با داریوش فرهنگ در گروه تئاتری پیاده آشنا شد که این ارتباط منجر به آشنایی بیشتر و در نهایت ازدواج شد. این زوج صاحب دختری به نام توکانیس شدند، اما بعد از سالها زندگی به دلیل تصمیم به مهاجرت در سال 1366 از هم جدا شدند. ایشون گفته زندگی پدر و مادر من واقعا رویایی بود، واقعا عاشقانه بود. ما هیچ موقع در اون دوران کودکی جز خنده و جز تفاهم و جز همکاری و محبت به هم ندیدیم. ما سه تا بچه بودیم و همیشه تأثیر پدر و مادر ما در زندگیمون بود. زمانی که من با آقای فرهنگ ازدواج کردم، ما در تئاتر با هم آشنا شدیم و به ازدواج منجر شد. متاسفانه مسئله روابط زن و مرد برعکس جامعه غرب خیلی محدوده در ایران. ما که به هم علاقه‌مند شدیم، از اون طرف نمی‌شود که با هم روابط راحت و آزادی داشته باشیم. نمی‌شود با هم زیاد رفت آمد کرد و همدیگر رو شناخت. ما این مسئله رو نمیتونستیم داشته باشیم در ایران. یعنی وقتی یک زن و مرد به هم علاقه‌مند میشن، راحت نمیتونن با هم معاشرت کنن و باید نامزد بشن و ازدواج کنن. زندگی ما هم نقاط مثبت خودش رو داشت، ولی بیشتر اختلافات ما اختلافات سلیقه‌ای بود. سالهای آخر حضور در ایران به دلیل وضعیت بد اقتصادی در کارهای هنری، مشکلات شدید مالی، گریبانگیر خودش و داریوش فرهنگ شده بود. طبق گفته خود خانم تسلیمی، اون زمان برای پذیرایی از یک مهمانی خانوادگی مجبور شد گردنبند تلاش رو برای اینکه جلوی مهمانانش خجالت زده نشه بفروشه. سوسن تسلیمی در نهایت سال 1364 زمانی که 36 ساله بود با 100 دلار پول به همراه دخترش توکا به سوئد مهاجرت کرد و بعد از مدتی سکونت در این کشور و دریافت حقوق بیکاری کم کم به عرصه هنری بازگشت. ایشون گفته یک سال بعد از ورود به سوئد در تئاتری به نام آتلیه تئاتر کارم ارسال نامه‌های دفتری، نظافت، فروش بلیط و درست کردن قهوه تا حتی تنظیم نور صحنه بود در اون دوره. شبها در خونه نمایش مدعا بر اساس ترجمه سوئدیش تمرین می‌کردم. خودم بازیگر بودم و خودم هم کارگردان. این کار به من دلگرمی میداد که حس کنم هنوز دارم در زمینه‌ای که دوست دارم فعالیت میکنم. خانم تسلیمی از سال 1999 به چنان اعتبار هنری رسید که جزء هیئت مدیره انستیتوی فیلم سوئد شد و سپس به استخدام وزارت فرهنگ این کشور در اومد. او در سال 2002 اولین فیلم بلند خودش به نام حادثه قریب الوقوع رو ساخت که در جشنواره فیلم گوتنبرگ به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش در اومد. خانم تسلیمی در مصاحبه‌ای گفته بود که در فیلم باشو غریبه کوچک مجبور بوده طوری بدود که بدن او زیاد تکون نخوره، وگرنه فیلم دچار سانسور میشه. ایشون سال 2003 در 54 سالگی جایزه ویژه شخصیت ممتاز فرهنگی رو در رشته کارگردانی فیلم و بازیگری از طرف دولت سوئد دریافت کرد. ایشون گفته در حال حاضر در سوئد جزء هیئت 11 نفره مشاورین وزارت فرهنگ در بخش تئاتر هستم که بودجه تئاترها رو تصویب می‌کنیم. ایشون گفته برای هنرمندان ایرانی در عرصه تئاتر این فرصت وجود نداره که کارهای دیگر کشورها رو ببینن و در جریانات جدید تئاتر دنیا قرار بگیرن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید، می‌تونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.